بازداشت شاهزادگان و ثروتمندان که شمارشان دست کم 500 نفر اعلام شده ادامه دارد. گفته شده تعدادی از اعضای خاندان سلطنتی و صاحب منصبان بازداشت شده به دلیل شکنجه و آزار جسمی راهی درمونگاه شدند. برخی منابع خبری از درون خاندان سلطنتی سعودی فاش کردند که اغلب بازداشت شده ها برای ارائه اطلاعات مربوط به حساب های بانکی خود به ویژه در خارج از کشور بازجویی و شکنجه می شوند. همین منابع گفتند روش های شکنجه کاملا حرفه‌ای و بگونه است که حتی در درمانگاه نیز آثار فیزیکی ضرب و شتم روی بدن آنها دیده نمی شود. های ارشد مانند بندر بن سلطان و بن نایف از هتل ریتز کارلتون به یکی از کاخهای ملک سلمان منتقل شدند. نقطه اشتراک همه بازداشت شدگان داشتن ثروت فراوان است. مقامات بازداشت کننده اتهام همه را فساد مالی اعلام کردند. محمد بن سلمان ولیعت عربستان از پنج روز پیش به بهانه فساد مالی اقدام به پاکسازی هیئت حاکمه سعودی از مخالفانش کرده است در نخستین گام ده ها نفر از مقامات و شاهزادگان عربستان سعودی از جمله ولید بن طلال میلیاردر سعودی و برادرزاده پادشاه متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز وزیر گارد ملی چهار وزیر از جمله وزیر اقتصاد رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات عربستان و رئیس شرکت هواپیمایی سعودی در میان بازداشت شدگان هستند منابع عربی حتی فاش کردند شاهزاده منصور بن مقرن معاون منطقه اسیر هم که بالگردش هدف قرار گرفت و سرنگون شد پس از اطلاع از صدور حکم دستگیریش قصد فرار از عربستان را داشته در سرنگون سازی این بالگرد همه هشت سرنشین آن کشته شدند مجتهد افشاگر معروف عربستانی که گفته می شود خود نیز از شاهزادگان سلطنتی است در جدیدترین مطلبش فاش کرده بود با حضور ترامپ در عربستان و حمایت های واشنگتن بود که بن سلمان سی و دو ساله توانست بن نایف و دیگر شاهزاده های کار را از گردونه رقابت خارج کند کارشناسان سیاسی معتقدند محمد بن سلمان که عملا قدرت را به دست گرفته تلاش کند با اعطای برخی آزادی های ظاهری نزدیکی بیشتر به آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ با یمن تحریم قطر و دخالت در سوریه عراق و لبنان به مهره مهم آمریکا در منطقه بدل شود